اولین باریه که به نظرم بهرام رادان بازی میکنه که خیلی بده. سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز در مورد قسمت 15 و 16 سریال جیران میخوام صحبت کنم. گفتم از این به بعد دو قسمت یکی کنم. بعضی اوقات احساس میکنم چیز خیلی خاصی نیست که بخوام اشاره کنم. حالا باز اگه شما دوست دارید که به صورت تک تک ویدیو بدم، حتما برای من بنویسید، میخونم. اگه هم شما برای اولین بار دارید ویدیو من نگاه میکنید، خیلی خوشحال میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید. یه لینکی هم این بالا میذارم در مورد بقیه ویدیویی که در مورد این سریال درست کردم. سریال جیرون رو نمیدونم چند قسمت در کل، ولی احساس میکنم حالا که به حالا شاید بگم به وسطش رسیده، یه کششی داره که آدم بشینه نگاه کنه. نسبت به مثلا سریال دیگه اگه شما دقت کنید کاملا شما رو رها کرده. من چند روز پیش سریال نوبت لیلی رو دوباره نگاه کردم، فکر کنم قسمت 5 رو دیدم دیگه. واقعا فکر کنم کشش رو نداره، یه ایده داره که حالا خیلی قابل احترامه، در مورد صحبت کردم توی ویدیو دیگه. میخوام بگم این اتفاق برای جیران نیفتاده، یعنی باز یه اتفاقی هست ما رو کشونده که اون اتفاق رو ببینیم. الان تو این دوتا قسمت مهمترین حرفی که داره زده میشه اینه که جیران میخواد با تلسم مهر به جنگ تلسم ماه بره. در واقع اون تلسم ماهی که ما میبینیم که مادر ناصر به گردن این دختر گرجی انداخته، اون چیزیه که باید به دست بیاره جیران. یکم بر من سوال ایجاد شد که چرا باید مادرش این چیز گرانبها رو گردن این بندازه. در واقع اونم یه بخشی از این تلسم بوده دیگه که حالا جادوگر داره مادر ناصر، نمیدونیم. خب بعد از اینکه جیران این صحنه رو میبینه، خب بهش خیلی برمیخوره، اولا تموم شده میدونه. دلیل خیلی خوبیه که برگرده دوباره به داستانایی که ننه آشوب گفت. یعنی این قانع کننده است برای من که چرا باید اصلا کسی که باور نداشت ننه آشوبو باید بهش رجوع کنه. پس این منطقی شده کم. یعنی وجود ننه آشوبو که کلن خیلی عجیب بود برای من، یکم منطقی میکنه، ولی کلن معرفی ننه آشوب خیلی فاجعه است. اصلا اون چیزی که از اول من دیدم، اصلا نیازی هم نبود اول من با ننه آشوب آشنا بشم، فقط این که یک تلسمی اتفاق افتاده حالا کانکت شده به این ننه آشوبه. خب دیدن این صحنه برای جیران خیلی سخت بوده که دختر گرجی رو با شاه ببینه. حالا اینم بگذارم که خواهرش مثل همیشه گریه باید بکنه، نشون دادن خودش به مادر سلطان و اون تنشی که به وجود میاد به نظرم یه سکانس خیلی قویه که برای من خیلی جذاب بود که طرف جوره مادر پادشاه این مملکت اونجوری واسه. و خب اون صحنه خیلی صحنه تاثیرگذاری، یک بار دیگه نشون میده که جیران چقدر باهوشه. حرفی که به مادر ناصر میزنه، میگه که اگر میتونی منو اخراج کن، چون خودش میدونه دوباره بر میگرده، پادشاه عاشق اینه و این یه حقیقی که خب دخترها خیلی خوب بلدن. در مورد رابطه این دختر گرجی و این روشنگدا بگم، مهمترین سوالی که برای من ایجاد میشه در مورد دختر گرجی، یه حرکت خیلی خفنی داره انجام میده دیگه این دختره، برای اینکه جون حالا برادرشون نجات بده که الان اصلا هیچ تصویری از این برادر نیست و برای من یکم گنگه دیگه. چرا باید شما دست به حرکت خیلی وحشتناکی بزنید؟ پادشاه یک مملکت رو میخوای بکشی؟ چیز خیلی کمی نشون داد اول در مورد برادرش که اصلا بعد دیگه محو شد. با این حال من احساس نمی کنم دیگه هیچ راه دیگه ای نداشت. یعنی الان مثلا اگه این کار نمی کرد روشنگده اینو میکشت، اصلا شما بیتونید زن صیغه شاه رو بکشی؟ تو مسیری که پادشاه وای میسته میره منظره ببینه، اونجا وقتی روشنگده اون سم مدره بهش میده، ما که اصلا متوجه نمیشیم. اتفاقا من دوباره که نگاه کردم تو قسمت قبل دیدم ای منظورش از این چیزی که داده سمه، و برای من اصلا چیز قابل درکی نبود، چون صحبت از شب میشد من میگفتم میخواد مثلا شب با پادشاه بخوابه بعد یه کاری کنه. تو مهمونی که عزیز آقا رو میارن به نظرم یه صحنه خیلی دردناکیه که یک اتفاقی که به نظرم میتونست خیلی تاثیرگذاریش رو بیشتر کنه، رابطه همین عزیز آقا با جیران بود. اگر اینا خیلی با هم دوستانه تر بودن، رابطهشون رو من بیشتر میدیدم. حالا این اتفاق که برای این مرد افتاده و خب سنی ازش گذشته و داره گریه میکنه، از این طرف جیران دلش میسوزه، میبینه این رابطه اگه خیلی محکمتر بود ما واقعا بیشتر تحت تاثیر قرار میگرفتیم، ولی چیز خاصی ما بین اینا ندیدیم.
به غیر از اون اوایل که مثلا بهش داشت یاد میداد اینجوری رفتار کن و اینطوری، دیگه رابطه‌ای نیست دیگه و این رابطه‌ای که وجود نداره خیلی نمیتونه احساسی بشه. هرچند برای من خیلی تاثیرگذار بود که طرف میگه که من حاضرم همینجا بمیرم، یعنی هم حقارت رو تحمل میکنه هم میخواد همونجا هم بمیره. یه صحبتی هم جیران داره با سیاوش که اونجا خب برای اولین بار این مسئله رو عنوان میکنه، هرچند ما احساسش کرده بودیم قبل. خب جیران میخواد از موقعیتی که الان داره خب استفاده کنه، مردمش رو نجات بده. الان یه تریپ لاو هم برداشته با خودشا و خب این یه بود جدیدیه دیگه و سیاوش هم خیلی منطقی اینو میپذیره. این به نظرم تکلیف ما رو مشخص میکنه در مورد جیران که الان کدوم طرفه. طرف سیاوش دیگه نیست ولی دوست داره بهش کمک کنه، حالا دوران ریکاوری رو بگذرونه یا اینکه بعداً با این دختر گرجی بخواد مثلا ارتباط برقرار کنن، بخواد یه کمکی به اینا بکنه. شروع قسمت 16 رو اصلا دوست ندارم. ببین تصویر غروبه، مثلا هوا که روشنه، اصلا روشنه، یه کالر گریدینگ شده که مثلا تاریک کردن، در حالی که تو نمای بعدی که من دارم میبینم، یعنی از در دو جای مختلف نیستن که تقریبا نزدیک به همن، ولی این جیران نمیتونه اون مسیر اونا رو پیدا کنه. داره نشون میده که این کاروان داره حالا میرسه به مقصدش، هوا روشنه و چرا اینجا اینقدر فاصله وجود داره؟ ببینید قسمت 16 خیلی اتفاقات بد میفته متاسفانه. اولین باریه که به نظرم بهرام رادان یه بازی میکنه که خیلی بده، خیلی بده. یه بخشش واقعا به خودش مربوط نیست، چیزی که کارگردان ازش میخواد. ریاکشن های این آدم بعد از ترک کردن جیران، میاد یه سخنرانی میکنه میگه من حالم بده خدافظ. این تبدیل احساسات پادشاه از حالت گیجی که داره اون بعد از اون شوکی که بهش وارد شده به یک نگرانی، کاملا دیگه تبدیل به یک عاشقی میشه که دنبال عشقش داره میره بدوه که بره پیداش کنه. یه صحنه هست داره فقط داره خودش میچرخه و همه دورش میکنن بعد از اینکه متوجه میشن اون طرف با زهر مرده. کلا ریاکشن ها خیلی خیلی مصنوعیه. و بعد وقتی این شاه میره دنبال خود جیران، اگه شما دقت کنید تقریبا 2 متر اونورتر پیداش میکنن جیران و چطور سربازی شما اونجا ندیدن. اگر این پادشاه مثلا سوار اسب میشد میرفتن در یک مسیری، حالا مثلا اونا هم گم میشدن، در نهایت در یک جایی دور افتاده این پیدا میشد، یکم طبیعی تر بود دیگه. اگه شما دقت کنید به اون صحنه که ساخته شده، دقیقا همونجاست. صحنه روشنگدارم اصلا دوست ندارم. مثلا یه آدم موزی که خیلی جانیه، مثلا 1000 نفر کشته انگار، جلوی پادشاه میاد و اون داستان رو تعریف میکنه که اصلا ما که متوجه نمیشیم، پادشاه هم که اصلا متوجه نمیشه، کی متوجه میشه که طبیعی جلوه بده که من مثلا یک آدم خیلی موزیم. نظرم تو موزی نشون دادن این آدم خیلی اغراق شده دیگه، انقدر نیاز نیست آدم یکی رو موزی نشون بده. در کل این داستان زهر خیلی نمایش موزیکیه، در حالی که باید خیلی تاثیرگذار میبود. یه نکته مثبت باز تو همین چیز منفی که دارم در کل میگم، در مورد داستانی که در مورد پیشمرگاست، خودم خیلی این مسئله پیشمرگا رو دوست داشتم. احساس میکنم کمتر مثلا بهش پرداخت شده و خودش میتونه اصلا یک سوژه‌ای باشه. برای من یه موضوع خیلی جدیدی بود و خب در آینده هم باید منتظر باشیم که این عباس چه تصمیمی میگیره. حالا اون که بچه است قهر کرده، مامانش یکی میزنه تو سرش، دوباره برمیگرده به همون خیالایی که در مورد پادشاهی داشته. به هر حال خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید، حتما نظرتون رو به من بنویسید، خوشحال میشم. ممنون، خدافظ.